سلام، من غلامرضا قیانوری گزارشگر واحد مرکزی خبر هستم. خیلی خوشحالم همراه با زنده شدن طبیعت. منم سر از خاک بیرون آوردم و قنچه کردم. قنچم اینه، ببین وقتی گل بکنم چه شکلی میشه. به قول شاعر که میگه گل سعدبرگ ز روی غلام قیانوری فرو مانده خجل، که گمان برد که او هم رخ زیبا چو آقا غلام دارد. همونطور که میدونید مردم همیشه در صحنه و کفن پوش ما انتقاداتی نسبت به دولت مهربان آقای احمدی نژاد دارن، که با هم میریم توی صحنه و آهاد ملت رو میبینیم که ببینیم انتقاداتشون نسبت به دولت چی هستش. همراه با غلام قیانوری بیایید که فرو مانید خجل. این تیکرم خودم گفتم. بریم. سلام آقا، الهی نور به عیدتون بباره. کدوم عید قربونت برم؟ با این وضعیتی که ما داریم مگه عیدی واسه ما میمونه؟ معلومه خیلی به دولت مهربان آقای احمدی نژاد انتقاد دارید. میخواید اول جلوی خونتون آب پاشی بکنید بعد من بیام نکاتتون رو بگید؟ آب چی آب نباد، این نفته، نفت دارین. ما اینجا تو نفت داریم قوطه میخوریم. از موقعی که دولت آقای احمدی نژاد تصمیم گرفتن که نفتو بیارن سر سفره‌مون، تمام زندگیمون با این نفت گرفته. در یخچال وا میکنه توش پارچه نفته. شیرهامو باز میکنه همینجوری نفت میاد. از صف چیکه میکنه نفته. آب گوشتمون شده نفتگوش. تمام زندگیمون خلاصه بو نفت گرفته. بابا لاستیک بچه‌رم که چک میکنی نفته. قربون شکلت برم. از اینکه تو توجه کرده باشین، ما قبل از اینکه آقای احمدی نژاد بیاد رو نفت نشسته بودیم. حالا اگه دقت کنین نفت رو ما نشسته. حرفتون با دولت ادارت مدار چیه؟ یه حرف بیشتر ندارم. اونم اینه که تا کی باید زندگی من و آینده بچه‌هامو بوی نفت بده. فهمیدی؟ آتیش و انفجار زندگی من و نوگلامو داره تهدید میکنه. بهتره آقای احمدی نژاد یه خونه از اون حق مسلم هسته‌ای بیارن سر سفره‌مون، که دیگه زندگی ما انقدر تهدید نشه، بتونیم زندگی دیگرانو تهدید کنیم. خیلی متشکرم. نفتو من بریزم. ای آقا، شما دارید از خرید عید برمیگردید؟ خودم خیلی دلم میخواد برگردم، ولی من این میذاره لامصب. کی نمیذاره؟ پسرتون؟ نه بابا، همین آقای محمود احمدی نژاد دیگه، همین آقای رئیس جمهور. من این میذارهشون برگردم. من وضعیت واسه ما درست کرده. آقا اقتصاد مملکت بیماره. من دارم میگم دیگه اقتصاد مملکت بیماره. آخه رفاه و آسایش تا کی؟ ارزونی تا کجا؟ ارزونی تا کجا؟ تا اینجا؟ خب نه قربون دارم تا اینجا. رفاه تا کجا؟ تا اینجا. تورم تا کجا؟ تا اینجا. نه قربون شکلت برم. آخه نمیشه که من صبح پسرا رو فرستادم بره برای خودش 100 گرم پاپ کورن بخره، برگشتیم با یه گله فیل برگشته. میگه بابا بیا برام سیرک بازی کن. دخترمو فرستادم بره 1 کیلو پرتقال بخره، خبر آوردن رفته محضر. مبارک بشه ان شاء الله. قربانت برم. چی رو مبارک ان شاء الله؟ رفته محضر، سند باغ پرتقالو به نامش کنن. من اعتراض دارم به این قضیه، معترضم. حرف من نیست، حرف همه هم هست آخه. قربون شکلت برم. اصلا درک نمیکنن ما رو. من همین الان دارم تحسن برمیگردم. شما اجناسو نها کن. همین دارم تحسن برمیگردم. چرا رفتم تحسن؟ آقا حقوق 4 سال آیندهمو بهم دادن. عیدی هم بهش دادن هیچ. بهم گفتن که اضافه کاری هم بهت میدیم هیچ. یک سالم مرخصی بهم دادن با حقوق هیچ. آقا من معترضم به این قضیه. تا کی میخواد این وضعیت اینجوری بمونه؟ من اصلا نمیتونم تحمل کنم. خود آقای محمود احمدی نژاد با این ریخت و قیافش دماغشو بگیری اتاقا میزنه. آقا من با این تورم چجوری دست و پنجه نرم کنم؟ قربون شکلت برم. با اجازه بگی آقا متفاوت هم بگی. نه آقا فیلم نگیر، خواهش میکنم. من تصمیم خودم رو گرفتم، هیچ کس هم نمیتونه تصمیم منو عوض کنه. من خودم به خاطر این زندگی بی هیجان میخوام پرت کنم پایین. وصیت‌نامه‌ام تو این جیبمه، هر وقت افتادم پایین مردم شما دیگه وصیت‌نامه بخونی. آخه حیف نیست تو رو خدا تو این شب عیدی جلوی این ساختمون رو کثیف کاری کنی؟ این همه خونه تکونی کردن چی میشه پس؟ نه آقا این چه حرفی شما میزنی؟ این زندگی بی هیجان خسته شدم. از این تراکم امنیت تو کوچه و خیابون و خونه و محله و دانشگاه خسته شدم. آخه تا کی این امنیت و رفاه و آسایش باشه؟ آدم شب میخوابه به این امید که صبح بلند شه خونه‌شو دزد زده باشه، ولی صبح بلند میشه هیچ خبری نیست، هیچ کس خونه‌شو نزده. به این امید از خونه میاد بیرون که خلاصه یه دیمی که از این ماموران پلیس از هر نوعش که باشه با باتومی چیزی بزنه آدمو در و داغون کنه، یه تیغ کاتری بکشه، اما هیچ خبری نیست. بابا یه تذکر لسانی مینیمم، یه امر به معروف نهی از منکر، اما بازم هیچ خبری نیست. خواهش میکنم لااقل یه جریمه. پس جریمه چی میشه؟ نه بابا از این قیافه تکراری خسته شدم دیگه. آدم تا کی این قیافه رو باید تحمل کنه؟ لااقل یه بادیم جوری چیزی این بالا بکارن آدم خیالش راحت باشه. دیگه نمیتونم تحمل کنم، بنابراین خودمو خواهم کشت تا دیگه نمیتونم. باشه، منم اگه جای تو بودم خودمو میکشتم، ولی حالا که جای تو نیستم تو خودتو بکش تا یه هیجانی هم برای ما باشه. آخه چقدر هیجان بود. خیلی هم
همونطور که شنیدید انتقادات اومد همیشه در صحنه بود که با همدیگه به اون نگاه کردیم و گوش کردیم. اگه شما موافق باشین در این قسمت میخوام من هم انتقاداتی رو نسبت به دولت آقای احمدی نژاد بکنم تا به گوش مسئولین برسه. آقای احمدی نژاد، چرا من اینقدر آزادی بیان دارم که هر حرفی دلم بخواد میتونم بزنم؟ اگه من جای شما بودم تو دهن خودم فلفل میریختم. چرا من اینقدر آزادی پوشش دارم؟ چرا من همه موام بیرونه؟ من اگه جای شما بودم موامو چهارا میزدم. متوجه شدین؟ آقای احمدی نژاد، چرا ما اینقدر آزادی پوشش داریم در حالی که شما دارین با اون کاپشن جوادتون این برنامه میچرخین و همه به شما میخندن؟ خبرنگاری که از آزادی زیاد رنج میبرد، غلامرضا قیانوری.